25 میلیون دلار دزدی هم شد فساد؟ علیرضا زاکانی نماینده رژیم در مصاحبه با تلویزیون شبکه 3 آخوندی در پاسخ به سوال مجری که از کشف یک سرقت 25 میلیون دلاری در شرکت نفت سوال می‌کرد گفت: به اعتقاد من این بحث 25 میلیون دلار و از این حرفا اینا پول خورده، بذارید کنار. واقعا اینا رو بذارید کنار. اینم پول این پوله تو این پولایی که حالا ازش پام اسم ببرم. خب. که واقعا مردم دارن محروم میشن نسبت به اون و نوع کارهایی که هست. داستان از این قرار است که یکی از مدیران وزارت نفت که شرکت پوششی هم دارد در حال خارج کردن 25 میلیون دلار پول نقد از کشور بازداشت شده است. فارغ از علت بازداشت که تکخوری وی بوده، نفس این عمل آنچنان برای این نماینده رژیم کم ارزش و بی اهمیت است که حتی در بیان کم بودن میزان پول مربوطه هم کلمه کم می آورد. در حالی که این پول با همان دلار 13,000 تومانی دستمزد بیش از 18,000 سال یک کارگر و نزدیک به 11,000 سال حقوق یک معلم پرسابقه است. اما زاکانی یکی از آن پولهایی که خودش قبول دارد را هم مثال زده و گفته است در مورد قرارداد با برزیلی ها 72 میلیارد دلار سود را در یک پروژه مشترک با امارات متحده در بندر فجیره از دست دادیم. راستی آیا می دانید 72 میلیارد دلار معادل دستمزد 3 سال و 7 ماه تمام جامعه کارگری ایران با 14 میلیون کارگر است؟ با این حساب حق با زاکانی است که به آن 25 میلیون دلار اصلا اعتنا هم نمی کند. به اعتقاد من این بحث 25 میلیون دلار و از این حرفا اینا پول خورده، بذارید کنار. واقعا اینا رو بذارید کنار. اینا پول این پوله.